از 101مین سال روز ایجاد نیروهای هوایی کشور در مقر قلوردوی هوایی گرامی داشت شد. نامزد وزیر دفاع ملی میگوید که نیروهای هوایی کشور اکنون از توانایی‌های بلند در مبارزه با هراس‌افگنی برخوردار شدند و تجربه از بین رفتن ارتش تکرار ناشدنی است. یک باری اردو را از دست دادیم، یک باری قوای هوایی را از دست دادیم، به هیچ وجه، به هیچ قیمت. همیشه میگیم به قیمت خون خود. خون شاید ارزانتر باشه، به قیمت خون خود، به قیمت خون دیگرا. ای اجازه را نمیتیم که دستاوردادگی از بین بره. بر بنیاد توافقنامه امریکا طالبان انتظار میرود نیروهای خارجی تا 8 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. از این وطن بدون ناتو، بدون امریکایا، بدون داشتن کمک های مالی و نظامی ما دفاع کردیم، بازم این دفاع را میکنیم، هیچ مشکلی نداره. تنها تکتیک ها را تغییر میتن، اما در استراتژی هیچ تغییرات وجود نداره. بنابراین وظیفه فرد ما و شماست که ما باید در مقابل این طور دشمن ها همیشه آمادگی کامل داشته باشیم. بر بنیاد یک گزارش سیگر، نیروهای هوایی افغانستان در حدود 206 هواپیمای گوناگون دارد، هرچند ایالات متحده تعهد کرده است تا هواپیماهای آمریکایی را جایگزین هواپیماهای روسی در ارتش افغانستان نماید، اما به نظر می رسد این تعهد به گونه کامل عملی نشده است. در یک دو سال اخیر بالا بردن ظرفیت های شبانه عملهای پروازی ما شد ده حد کافی رسیده. در حالی که جنگ همچنان در بخش‌های از کشور ادامه دارد، ارتش افغانستان میگوید که نیروهای هوایی اکنون توان دفع عملات هراس‌افگنان را دارد و این نیروها در روند سال به معامله گرفتن نخواهند شد. فالت نیکزاد، کلون نیوز.